لعنت به جاده، جاده خاکی سوت و کوری که هرچی جلوتر میری دورتر میشی. لعنت به آینه، اونم آینه ماشینی که رانندش تو باشی و یه جفت چشم قفل شده باشه تو چشمات. بس دیگه دخترم، خسته نشدی انقدر زل زدی به من؟ نگاهت شبیه روزایی شده که میبردمت کیندرگارتن. دستتو محکم حلقه میکردی دور گردنم و میگفتی بابا نمیشه تو هم با من بیای. لعنت به سکوت، وقتی یه عالم حرف برای گفتن داشته باشی و زمانی باقی نمونده باشه. اینجوری نگام نکن مصطفی، رفتن برام سخت در میشه. بذار همینطوری توی سکوت بگذره. ولی من که نگاش کرده بودم، امکان نداره. نه امکان نداره با نگاهم چیزی گفته باشم. پروانه داره رو دست میزنه، مثل اولین بار که دیدمش و بعدها گفت توی همون اولین نگاه فهمیده که عاشقش شدم. باشه پروانه، دیگه نگاهت نمی کنم. باید حواسم باشه صدام نلرزه و خون سردی موج بزنه تو کلامم. آفرین مصطفی، همینطور محکم باش، محکم. انقدر به خودت سخت نگیر مصطفی، تو بازیگر خوبی نیستی. لااقل از من نخواه که باور کنم. پروانه داره میره مصطفی، بچه هات هم داره با خودش میبره برای همیشه. ای کاش میشد فرمون این ماشین رو برگردونم و برم به 10-15 سال پیش، روزی که برای اولین بار توی برکلی دیدمت. 3-4 سال بود که با بورسیه شاگرد اولی دانشگاه تهران اومده بودم آمریکا. فوقم رو یه سال تموم کردم و پریدم توی دکترا. و هنوز دکترا رو تموم نکرده بودم که شدم محقق مرکز تحقیقاتی بلا، شغلی که خیلی آرزوشو داشتم. یادم اولین پروژه‌ای که روش کار میکردیم طراحی قمر مصنوعی جاسوسی بود که با کمک رادارهایی که توی آلاسکا کار میذاشتن میتونستن هر جنبنده‌ای رو توی آسمون روسیه شناسایی کنن. پدرت کتاب فروشی معروفی داشت تو کالیفرنیا. مادرت که تو سفر ماه عسلشون بر اثر تصادف فلج شده بود، 8 بچه یتیم از ملیت‌های مختلف رو به فرزند خوندگی پذیرفته بود که یکیشم تو بودی. من و تو روز ازدواجمون به هم قول دادیم که تموم عمرمون رو وقف بچه‌های یتیم دنیا کنیم. یادته؟ من همون مصطفیم پروانه و اینجا همون جاییه که میخواستیم تمام عمرمون رو وقف بچه‌های بی‌پناهش کنیم و تو داری میری. گفته بودی راهی که انتخاب کردی خیلی سخته. گفتی اسممو میذاری پروانه تا همیشه کنار شمع وجودت بمونم و جایی نرم. حالا دیگه من یه مادرم و نمیتونم دوری بچه‌هامو تحمل کنم مصطفی. من میرم تا مانع نباشم سایت روی سر بچه های جنوب لبنان باقی بمونه. دیدار به قیامت مصطفی. به یادت هستم هر جا که باشی. سوم به سر خانواده بودم. پدرم تو خیابون بوزر جمهوری تهران یه جوراب بافی داشت. یه روز وقتی یکی از قطعه های دستگاه خراب شده بود، برادر بزرگترم عباس یدکیشو درست کرد و از اون بعد مغازه ما شد پاتوق لوازم یدکی چرخ بافندگی. پدرم دوست داشت همه ما شبیه عباس بشیم، درس خون و سر به زیر و کاری. اون روزا شعله فعالیت های سیاسی کم کم بالا می گرفت و من همراه با نهضت ملی شدن صنعت نفت آروم آروم با شخصیت آرمان خواه وجودم آشنا می شدم.
تا سال 1331 که وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدم. در این دوره تنها کسی بودم که موفق شدم از استادی که تا به حال به هیچ کس 20 نداده نمره 22 بگیرم. یادش بخیر. مهندس بازرگان میگفت تو بهترین دانشجوی منی، توی تئوری و عملی درجه یکی، خط و نقاشیدم حرف نداره، این دو نمره طلبت تا در امتحانهای آخر سال با هم حساب کنیم. اما من انقدر عاشق درس خوندم بودم که به این چیزا فکر نمی کردم. تنها چیزی که ذهنم رها نمی کرد فضای خفقان آوری بود که روی همه چیز سایه انداخته. 16 آذر 1332، هیچ وقت یادم نمیره. اون روز نیکسون معاون وقت رئیس جمهور آمریکا به ایران اومده بود. با پررویی می‌خواست به دانشگاه تهران بیاد تا به عنوان پاداش کودتای ننگین 28 مرداد دکترای افتخاری بگیره. اما دانشجوها می‌خواستن بهش بفهمونن که ما حکومت دست نشانده آمریکا رو نمی‌خوایم. اون روز سربازها دانشکده فنی رو محاصره کرده بودن تا هیچ کس نتونه جون بخوره. یکی از بچه‌ها که دیگه نمیتونست اون همه فشار درونی رو تحمل کنه فریاد کشید: مرگ بر سلطنت! تنین صدای اون دانشجوی شهید هیچ وقت از ذهن و حافظم پاک نشد، حتی اون طرف کره زمین توی خاک آمریکا. از هر فرصتی استفاده میکردیم تا اخبار ظلم و شکنجه های حکومت شاهنشاهی رو به گوش مردم سراسر دنیا برسونیم. در ژانویه 1967 با آگاهی از تمام خطراتی که موقعیت ممتاز شغلیمو تهدید میکرد، با چند دانشجوی ایرانی دیگه برای رسوندن صدای مظلومیت مردم ایران توی سازمان ملل تحصن کردیم. وقتی او تصویر معروف ایرون کشیدن چمران روی پله‌های سازمان ملل خبر اول همه تلویزیون‌ها و همه روزنامه‌های مهم شد و شغلش رو از دست داد، ما از سفارت مصر به ملاقاتش رفتیم و دعوتش کردیم به مصر سفر کنه تا به جبهه مبارزین عرب بپیونده. مصر مهمترین جایی بود که در اون مقطع امکان یادگیری دوره‌های چریکی رو داشت. اما حتی گذروندن این دوره‌های سخت و شعارهای به ظاهر جذاب جمال عبدالناصر هم نتونست یأسی رو که در من ریشه دوونده بود از بین ببره. بنابراین دوباره برگشتم آمریکا و این خواست خدا بود که تو اوج ناامیدی یه فرشته نجات سر راهم قرار بده. کسی که به قول لبنانی ها هیبتی مسیح کنه داشت. اون تنها کسی بود که فهمید روح سرگردان من به آرامش نیاز داره و به هم یاد داد که نگرانی بیشتر از تکلیف خودش یه نوع شرکه. این حرفش مثل مرهم زخم دلم رو آروم کرد و به هم آرامشی داد که تا اون وقت تجربه نکرده بودم. و من با یه دنیا آرزوی پاک و مقدس قدم به این سرزمین گذاشتم، جنوب لبنان، جایی که دل امام موسی صدر براش می‌تپید. نیمه‌ای را پروانه والله از اولش که این مدرسه رو داخل جبل عامر ساخت هیچ وقت اینقدر محزون نیده بودمش. بعد از رفتن زوجه و اولادش دکتر همیشه توی فکر بود و خیلی کم صحبت میکرد. یه روز که خیلی دلش گرفته بود گفت: نمیخوام خودمو گول بزنم، من نمیتونم بچه های یتیمو فراموش کنم وقتی همه فراموششون کردم. نگاهشون کن، هیچ پشت و پناهی ندارن این طفل معصومو. میفهمی چی میگم یوسف؟ طیارا! طیارا!
بچه ها رو بره تو پناهگاه. بودو یوسف، بودو، بودو. ایام اسرائیل منطقه جنوب رو خیلی میزد، وحشیانه هم میزد. دکتر آخرین کسی بود که میرفت تو پناهگاه، اطفال رو یکی یکی در آغوش میگرفت و دلداریشون میداد. وقتی دکتر بود احساس تسلای عجیبی بین همه منتشر میکرد. آرزو داشتم با پای پیاده به قدس برم و در اونجا رو به خدای بزرگ سجده کنم و جان ناقابلم رو وثیقه آزادی انسانها قرار بدم. وقتی پام به اینجا رسید با مردم، با زنها و بچه ها احساس همدردی می کردم. احساس این که این آدم ها شب و روز با مرگ دست و پنجه نرم می کنن و مرگ هر روز در خونشون رو می زنه، ولی با اقتدار سرشون رو بالا می گیرن و راه می رن و نفس می کشن. ایام تعطیل بچه هایی که قوم خویش داشتن می رفتن پیش خانواده هاشون، لکن دکتر به جای اینکه بره بیروت پیش بقیه رؤسا، میمون با بچه های بی کسی که توی خواب و تنها بودند. بهشون یاد میداد چطوری از خودشون دفاع کنن. والا دکتر مدیر اون مدرسه نبود، بابای اونجا بود. شبها برای بچه ها از خاطراتش میگفت، از داستان پهلوان های رشید ایرانی و جوانمردی هاشون، چیزهایی که دیده بود و شنیده بود. وقتی به این بچه ها نگاه میکنم، انگار یکی دستم رو میگیره و میبره تو کوچه های محله سرپولک. چقدر سر کوچه های باری که خانی آباد به انتظار میستادیم تا پهلوان از سر گذر رد بشه و ما بهش سلام کنیم، خیره بشیم به شونه های پهنش و تو خیالمون سینه ستمرش رو وجب کنیم. هممون دوست داشتیم شبیه اون باشیم. توی المپیک ملبورن وقتی تختی حریف قدر روسیش برد، شاهمالالوک مربی روسا آمد رو تشکه، چیزی در گوشش گفت و صورتش رو بوسید. خبرنگارا ریختن سرش که به تختی چی گفتی؟ گفت بهش گفتم آفرین به تو جوان مرد، آفرین به تو که میدونستی کتف چپ مدودف آسیب دیده و تو تمام زمان مسابقه حتی یه بارم طرف کتف چپمون نرفتی. مگه میتونستیم تو آرزوهامو شبیه تو نشیم؟ وقتی توی مراسم گرفتن مدال جلوی شاه خم نشدی و بهش تعظیم نکردی. ایامی که جنگای داخلی لبنان بیداد میکرد، شهر اشرفیه تو محاصره کتائب بود. اخبار ناگواری از کشتار مردم بیدفاع به گوش میرسید، تا اینکه دکتر تصمیم گرفت به صورت ناشناس بره تو محاصره و از حال روز مسلمانای بیچاره اونجا با خبر بشه. هممون نگرانش بودیم. وارد پاسگاه کتائبی که شدیم، چند افسر و میلیشیا گارد گرفته بودن و ماشینا رو تفتیش میکردن. اگه منو شناسایی میکردن مثل هر مسلمان دیگه ای کارم یه سره بود. حتی اوراق فلویه. نوبت که به من رسید به خدا توکل کردم و پاسپورتم رو گرفتم طرفش. به صورتم خیره شد و نگاه مخوفی به من انداخت. فکری به ذهنم رسید. به فرانسوی بهش گفتم ماجسوی مدسر نتخوای الوپیتر، من یه پزشکم و برای بازدید از بیمارستان اومدم. افتح طریق، افتح. توی شهر همه جا ویرون بود، پر از آثار انفجار، پر از ترس. پرنده بر نمی‌زد. سکوتی وحشتناک روی خیابون سایه انداخته بود. اون طرف در خونه باز بود و یه دختر بچه توش بازی می‌کرد. ناگهان پرید وسط خیابون. بدون اراده فریادی کشیدم.
همزمان مادر مسترب تیغی کشیده و پای برهنه زد به خیابون. هنوز او بچهش نرسیده بود که صدای تیر بلند شد. مادر چرخی زد و با زجه درد به زمین غلتید. از بین انگشتای دستی که رو سینش بود خون فواره زد. دست دیگرش به سوی بچه دراز کرد و فریاد زد: بچم، بچم، گوشه جگرم. عجیب بود، صدای پسرم جمال توی سرم پیچید که از من کمک میخواست. دیگه جای سرد نبود. به جستی خودم رسوندم وسط خیابون، با یه ضرب بچه رو بلند کردم و چالاک از زیر بارون گلوله زدم بیرون. خبر رسید که همون روز اونور دنیا جمال کوچولوی من در حالی که منو صدا می‌زده توی استخر غرق شده. یوسف و بچه‌ها منتظرم بودن. گفتم یه دوست تازه براتون آوردم. تو دلم گفتم یه یتیم بی پناه دیگه. آقا راستی یه نفر تو دفتر منتظر شماست. کی؟ آشنا نیست، یه خانومه، میگه امام موسا نشونو اینجا رو بشتاد. یه خانوم؟ بله آقا، یه خانوم جوون. یه ساعت سرپای استاده نمیشینه. با منم دعوا کرد که چه رو همه چی خاک گرفته. قرار بود از بیروت یه معلم زبان فرانسه بفرستن، ولی نگفته بودم یه زنه. آقای چمران؟ بله، شما؟ تصمیم گرفتم محکم باهاش برخورد کنم، واسه همین گفتم جابر، قاده جابر. تا اسمشو گفت شناختمش. دل نوشته هاشو توی روزنامه خونده بودم. بفرمایید بشینید. نوشته هاتونو خوندم. اصلا از اهالی جنگ دل خوشی نداشتم. خواستم بگم خوندی که خوندی، اما شما اینجا کارتون چیه آقای چمران؟ اول همه درس دادن و بعد جارو کشیدن، لباس شستن، نگهداری از بچه های یتیمی که توی این دنیا هیچ کسو ندارن. بچه های یتیم؟ مردان جنگ معمولا ماشین های یتیم سازی هستند، اما این یکی از سرپرستی و آموزششون حرف میزد. دوچار دودلی شدم، حرفه هاش جدی بود. فکر کردم کسی که اسمش همه جا کنار کلمه جنگ و جهاد میشینه باید آدم سنگدلی باشه، اما وقتی تو حیات مدرسه سنگینی نگاهش رو حس کردم فهمیدم باید پشت این چهره مردونه دنیای لطیفی داشته باشه. ما كنت قدراتي بنتي للرجال ترك زوجته. نمیتونستم دخترمو به مردی بدم که زن و بچه‌هاشو رها کرده و مثل راهب‌ها کنار ایتام زندگی میکنه. بهش گفتم میدونی این دختر که میخوای باهاش ازدواج کنی چه جور دختریه؟ صبح‌ها تا صورتشو بشوره مستخدم تختشو مرتب کرده، لیوان شیرشو جلوی در اتاق آورده و قهوه و نون توستش در حال آماده شدنه. مهریه قاده یه جلد کلام الله مجید و یک لیره لبنانی بود. دوتا از کلاس های مدرسه هم شد خونم، جایی که هیچ شباهتی به اتاق خواب مجلل و زندگی شاهانه خونه پدریش نداشت. روزهایی که کار کمتری داشت می رفتیم ساحل سور. مصطفی کتاب های فارسی رو با شور و حرارت با عربی برام ترجمه می کرد. می گفت نویسنده این کتاب ها رو خوب می شناسه. از اندیشه و ایمانش میگفت، از زندان و تبعید طولانیش، از قدرت سخنوریش. اواخر بهار یه روز تلفن مدرسه زنگ خورد. مصطفی گوشی رو برداشت. هنوز چند لحظه نگذشته بود که اشک گونه هاش رو پوشوند. به هم گفت قاده، نویسنده اون کتاب ها رفت، پرواز کرد. اینو گفتم از اتاق زدم بیرون. یاد غمهای بی انتهای فاطمه فاطمه از افتادم و یهو همه واژه های کتاب کبیر مثل ریگ روان توی سرم طوفان به پا کرد.
طوفانی که منو برد تا شبهای پر راز رمز کویر. و حالا من اینجا ایستادم در مقابل پیکر بی جان تو. وقتی از من خواسته شد که به نمایندگی از دوستان چیزی بگم زبانم قفل شد، اما وقتی چشمم به ذریح زینب سلام الله افتاد فهمیدم کلامی بهتر از کلام خودت نمیتونه حق مطلب رو ادا کنه. صدامو صاف کردم و گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که رفتند کاری حسینی کردند و آنان که ماندند باید کاری زینبی کنند. ای علی، امروز که دردهای مضاب را به یاد تو بر کاغذ جاری می کنم، بیش از یک سال از همنشینی با شکوه تو با زینب حسین می گذرد. دیروز خبر رسید که امام موسی صد در میانه سفر به لیبی ناپدید شده و امروز خبر شهادت مظلومانه ده ها نفر از هموطنانمان در میدان ژاله دهان به دهان چرخید و من رسید. بوی باروت و خون انقدر برای من آشناست که من آن را از کیلومترها آن سوتر از آسمان خونین تهران حس می کنم، شهری که این روزها آبستن سیلی بنیان کن است. خودم بردمش فرودگاه بیروت. هر دومون از نزدیک شدن به فرودگاه واهمه داشتیم. این همون جایی بود که بچه های مصطفی رو ازش گرفته بود و حالا داشت مصطفی رو از من می گرفت. وقتی هواپیمای مصطفی پرید چیزی در درونم فرو ریخت. حس کردم برای همیشه از لبنان رفت. امروز من مسافر هواپیمایی هستم که منو به ایران می بره، به جایی که میشه توش ایستاد، پیاده شد و خستگی غربتی طولانی را از تن به در کرد. دلم سرود می خواهد، پر از شور، شعر، موسیقی. دلم رقص می خواهد، همین بالای آسمان، بالای دماوند، قلعه ضحاک همیشه در بند. اینجا وطن من است. انگار زمان از لحظه رفتنم متوقف شد. مادرم گویی 23 سال است همونجا تنها ایستاده در انتظار و صدای مهربانش هنوز با من است. مصطفی دل بندم، از تو فقط یه چیز میخوام، اینکه هرگز خدا رو فراموش نکنی. و حالا دوباره در آغوش تو اعتراف میکنم که هرگز فراموش نکردم مادر جان، هرگز. اینجا شهر من است و این میدانی که آزادیش را جشن گرفتم. نگاه کنید، اینها مردم منند که خیابانها را آب و جارو می کنند. چقدر ذوق دارم، دلم می خواهد پیاده شوم و تک تکشان را در آغوش بگیرم. قبلا امام تو تبعید ملاقات کرده بودم. چهره آروم و مطمئنش هیچ تغییر نکرده بود. انگار نه انگار رهبر فاتحه انقلاب بزرگ بود. وقتی از لبنان و مسئولیت‌های سنگینم بعد از مفقود شدن امام موسی صد گفتم، تبسمی کرد و گفت خدا قوت. پرسیدم چی سلام میدونید، به لبنان برگردم یا همینجا بمونم؟ انگار ندای قلبم رو شنیده بود. دستمو گرفت و گفت همینجا بمونید، در این موقعیت ایران به شما نیاز داره. چند روز بعد نامه مصطفی به دستم رسید، از من میخواست به ایران برم. خوشحال شدم که با هجرت از لبنان دوباره با هم خواهیم بود بدون پوتین و لباس جنگ. اما افسوس چه زود کشتی شوقم به گل نشست. دشمنی ها دوباره شروع شد و مصطفی من که ایران رو در خطر تجزیه می دید شد اولین خریدار بازار زخم و خون. انگار زندگی مصطفی با قلم آرامش رقم نخورده بود و هر جا چاهی آمده بود یوسف من آماده تر. عملیات آزاد سازی سوسنگرد بود. مهندس توی درگیری تن به تن از ناحیه پا جراحت سختی برداشت. هرچه قدر اصرار کردیم سوار آمبولانس نشد. رفت روی صندلی جلوی خودروی نشست و علی‌رغم خونریزی و ضعف شدیدش تو مسیر برگشت لبخند میزد و واسه از من داد دست کن میدم. بیمارستان اهواز به خاطر انبوه مجروحا و کمبود دارو به جراحا اجازه بیهوشی نداد.
و در مقابل چشای حیرت زده پزشکا درد ناشی از عمل جراحی رو تحمل کرد، در حالی که زیر لب ذکر میگفت: ماها از جنگ میگذشت. بعضی وقتها میرفتم اهواز پیشش. یه شب وقتی از خط مقدم برگشت، اونقدر خسته بود که شام نخورده خوابش برد. جورابشو که در آوردم، داولی پاهاش سوزن شد به دلم. زخم پاهاش رو آروم بوزیدم. قطره اشکم بود که بیدارش کرد و با صدای رنجوری گفت: آده، منو ببخش، حالا حالم کن. اون شب خوابم نبرد. هرچی گشتم ستاره اقبالم و تو آسمون پیدا نکردم، رفته بود. صبح که گفت حبیبت الودا، به دلم چکه کرد که دیگه نمی بینمش. بهش گفتم: الله معك حبیبی، الله معك حبیبی. با چند تا از برادرها رفته بودیم منطقه دهلاویه. ماموریتمون یه بازرسی معمولی بود و معرفی فرمانده جدید. پیاده که شدیم صدایی شنیدم، صدایی مرغ دریایی بود. تعجب کردم، انگار کسی غیر از من صدا را نشنیده بود. یه مرغ دریایی، اونم اینجا فرسنگ ها دور از دریا. رفتم بالای خاکریز، یه عجیب ترین صحنه عمرمو دیدم. یه دریای آروم و آبی بود با یه عالم نامه از بچه های یتیم، درست از زیر پام تا بی نهایت دور. میخواستم بقیه رو خبر کنم که از پشت سر صدای انفجار اومد. وقتی طوفان گرد و خاک به کناری رفت، همه بچه هایی که روی زمین دراز کشیده بودن یکی یکی بلند شدن، همه به جز یکی. اون من بودم، تنها و خون آلود. آواز جون دادنم مثل صدای یه مرغ دریای سرمست آزاد همه جا رو پر کرده بود، همه جا. دکتر مصطفی چمران همزمان با آشوب‌های غرب کشور به عنوان نماینده ویژه دولت و به قصد آرامش بخشیدن عازم منطقه کردستان شد. او که به عنوان وزیر دفاع و نماینده دوره اول مجلس در عرصه سیاسی کشور حضور داشت، بیشترین وقت خود را در جبهه‌های جنگ صرف ایستادگی در برابر متجاوزان بعثی کرد. طرح مشترک مصطفی چمران و حسن باقری در هدایت آب کارون به دشت‌های اطراف اهواز، یگان‌های زرهی دشمن را زمین‌گیر کرد و مانع از سقوط این شهر شد. چمران بنیانگذار ستاد جنگ‌های نامنظم بود و نقش بسیار مؤثری در شکستن محاصره شهرهای پاوه و سوسنگرد داشت.